کاخ سفید در حال بررسی معرفی فرماندار جمهوری‌خواه ایالت نوادا برای یکی از کرسی‌های دادگاه عالی آمریکا است که پس از مرگ اخیر آنتونین اسکالیا قاضی ارشدین دادگاه خالی مانده است. ولی سناتورهای جمهوری‌خواه گفتند هیچ گونه جلسه بررسی و تایید نامزد معرفی شده از سوی پرزیدنت اوباما برای احراز این پست را تشکیل نخواهند داد. پرزیدنت اوباما می‌گوید چنین تأخیری بر تعیین قضات دادگاه عالی اثر می‌گذارد. اگر در واقع جمهوری خواهان سنا تنها به خاطر سیاست موضعی اتخاذ کنند که بی اعتنایی به قانون اساسی و منطق و خلاف سنت باشد، در آن صورت آنچه شما شاهد خواهید بود کاهش توانایی رئیس جمهوری برای هر گونه انتصاب در حوزه قضایی است. قانونگذاران جمهوری خواه میگویند رئیس جمهوری آینده آمریکا باید جانشین این کرسی خالی را که مادام العمر است تعیین کند، نه رئیس جمهوری که کمتر از یک سال از دوره زمامتش باقی مانده است. در این میان در صورتی که تصمیمات 8 قاضی دادگاه عالی 4 رأی در برابر 4 رأی باشد، انگاه رأیی که دادگاه پایین‌تر صادر کرده به قوت خود باقی می‌ماند.